Edit by Tetrox. یو بچه ها چطورید؟ امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری با یه گوشی کاملا ساده بتونیم مونتاژ بزنیم مثل پی سی ها که خفن باشه دیگه، هممون میخوایم این چیزا. قبل از هر چیز خوشحال میشم که حتما اینستاگرام منو فالو کنید تا آموزش بعدی که میدم و از دست ندید و کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید دیگه، من هم خودتون میدونید. و همونطوری که اول ویدیو دیدید میخوام بهتون اونجوری یاد بدم یه افکت خفن بزنید. و خب اول از همه میریم براش، اول از همه یه ویدیو انتخاب میکنیم که خب من ویدیوی مانگرال انتخاب کردم، گیم پلی خودم اونقدر مثل این خفن نیست که بتونم یه مونتاژ خوب ازش دارم. خب اولین کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ اولین کار اینه که میریم روی ویدیومون جایی که اولین جا پامپو میخوایم قبل از شات زدن بگیریم دستمون یا تو ویدیو گرفته دستش، قبل از اینکه درات رو دقیقا همون موقع یه اسپلیت میزنید، یه دونه اسپلیت میزنید، بعد جایی که شات میخواییم بزنیم یه ذره قبلش رو میگیرید که قبل از اینکه شات بزنه اونجا رو دوباره یه اسپلیت دیگه میزنید. خب بعد میزنید، سرعت ویدیو رو میارید رو نیم میلی ثانیه. بعد که آوردید روی نیم میلی ثانیه یه نگاه میندازید که کامل قشنگ گذاشته باشید وسط. خب بعد از اینکه این کارو کردید این سری افکتایی که بهتون میگم و این بغل میذارم واسهتون اینا رو دونه دونه اد کنید. خب میریم دنبالش میگردیم و بعد هم کامیرا شیک رو میذاریم. ببخشید دیگه یه ذره صدای ساختمون سازی میاد، این همسایه ما داره ساختمون میسازه ما رو پاره کرده. خب بعد به اندازه دقیقا همونقدر که اسپلیت کردید ویدیوتون کات خورده همونقدر افکت ها رو میذارید. افکت ها رو من دونه دونه براتون میخونم. اینو اول کامرا شیک رو میذارید، زوم لنز رو میذارید، وینتیج رو میذارید و مووی. اینا رو که گذاشتید آخر سر هم یه افکت دیگه هستش که اسمش ادج جلوه، اون خیلی ویدیو رو خوب میکنه. خب ما دنبال وینتیج هم میگردیم، مووی رو اد کردیم، وینتیج هم میذاریم، همه رو به اندازه کلیپتون میده. وینتیج رو نصف کردم به خاطر اینکه زیاد افکت قشنگی نیست اگه تو کلش بخواد باشه، فقط نصفه سمت راست یعنی آخرش رو بذاریم. خب اینم از اجگلو. اجگلو رو من میگم تا تش بذارید بهتر، چون واقعا کلیپتون رو قشنگ میکنه. من دنبال آخری من میگردم. لنز هم که برداشتیم میاریم عقب. این هم من میگم نصفشو بذاریم بهتره. خب بعد از اینکه این کار کردیم تمام افکت ها رو قرار دادیم، ما باید یه انیمیشن اضافه کنیم. انیمیشن رو میزنید میره داخل کمود دنبال باونس یک میگردیم، میگردیم پیدا کنیم دیگه، پیداش کنم اونو میذارم. باونس یک، نه نه باونس یک. خب باونس یک که گذاشتیم میایم صدای ویدیو رو میبندیم، چون اگه اسلو موشن کنیم صدای ویدیو یه جوری میشه، صدای رباتی در میاد. خب بعد که گذاشتیم میریم برایتنسش رو عوض کنیم، یه ذره کم و زیادش میکنم ببینم چه جوری بهتر میشه. خودتون با سلیقه خودتون هم میتونید عوض کنید دیگه، چون این شکلی میکنه خیلی قشنگتر ویدیوتون در میاد. خب بعد این کار که انجام دادید میاد دقیقاً افکت VHS 3 خط داره توی قسمت رترو، اینو میزنید و
فیلترش هم زدیم دیگه، قشنگ کامل شد. خب بعد کامل شدنش میایم قسمت وسط ویدیومون که الان گرفتیم و دقیقا وسطش رو یه اسپلیت دیگه میزنیم. من وسطش رو پیدا کنم. خب یه اسپلیت میزنیم، میایم قسمت دوم، یعنی اولین دومی رو سرعتش رو میبینیم روی 1.8 تا 2، حالا هر کدومشون دوست داریم. من 1.8 میذارم. بعد دوباره افکتاتون رو از جایی که تا ویدیو بود دوباره میارید. الان که چون 2x کردیم حجم ویدیو کمتر شده، بخاطر همین کمش میکنیم. نهیم که گفتم تا نصف بیارید یه ذره بیشتر بزرگترش کنیم بهتر میشه. مثل من ببینم. خب قسمت چند تا اینجا که اوکی شد دیگه. خب حالا موقع اد کردن صدا هاست. من یه ویدیو میذارم براتون که از اونجا میتونید صداشو اکسترکت کنید، یا براتون یه صداشو میذارم دیگه، مینویسم تو کپشن. بعد اونو اد میکنید. صدای یه حالت ووش بهش میگن، یه حالتیه که بیننده رو آماده میکنه برای یه شات سنگین یا همچین حالتی. اینو میذاریم. بعد از اینکه گذاشتیمش قشنگ ست میکنیم جایی که قبل از اینکه شات بخوره. بعد حالا تنها چیزی که میخوایم اینجا صدای افکت پامپه، چون صدای خود ویدیو رو قطع کردیم، صدای پامپ نداریم، پس باید ادش کنیم. من اونم واسه تون قرار میدم یه جا که پیدا کنید، تو کپشن مینویسم حتما اگه که کجا پیدا کنید ساند افکت رو. میگردیم دنبالش، الان پیداش کنم میذارم. همینه. خب اینم که اد میکنیم میاریم تو جایی که دقیقا پامپ میخواد شات بخوره، این صدا رو میذاریم یکم قبلش، یکم با دیلی صدای پامپ رو میاره. بعد از اینم که گذاشتیم ادیتمون کامل. حالا شما میتونید روی همین آهنگ بذارید که کامل شد. حالا من دیگه آهنگ نذاشتم چون آهنگ مورد نظر نداشتم، بذارید که دیگه مونتاژتون کامل بشه دیگه. این حالا یه روشش بود، من خیلی روشه دیگه هم بلدم که اونا رو توی قسمت های بعدی آموزش بهتون یاد میدم. میذارید روی 60 FPS و اکسپورتش میکنید دیگه. همین. خب اینم از این تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشید. اگه میخواید قسمت های بعدی هم زیاد، اصلا خیلی زیاده این افکت ها، خیلی متنوع‌تر بلدم من. بعد اگه میخواید حتما فالو کنید که از دستش ندید، و یوتیوب هم که دیگه سابسکرایب کنید دیگه. و اگه سوالی هم داشتید تو کامنت ها بنویسید. و اینکه فعلا خدا حافظ.